مصرف انرژی از هر زمان دیگری در تاریخ بشر بیشتره. یعنی ما روزانه حدود 95 میلیون بشکه نفت مصرف میکنیم و نفت در حدود 1/3 مصارف انرژی جهانه. در نتیجه روزانه در حدود معادل نفتی قریب 300 میلیون بشکه در دنیا انرژی مصرف میشه. مدار 1/3 این نفته. از این نفت یعنی 95-96 میلیون بشکه نفت در روز، حدود 30 تا 32 میلیون بشکه رو اوپک تولید میکنه، بقیه رو کشورهای غیر اوپک تولید میکنن و هر سال هم در حدود 1 میلیون 1.5 میلیون بشکه به این تقاضای نفت و مصرف نفت افزوده میشه. منتها تحولاتی که در سالهای گذشته پدید اومده، در مجموع از اولین شوک نفتی جهان یعنی از 1974، خب دنیا متوجه سرمایه گذاری های خیلی سنگین در نفت شد. ولی جریانی که در نفت اتفاق میفته اینه، تا شما نفتی رو سرمایه گذاری میکنید برای کشف و بعد استخراجش معمولا 4-5 سالی طول میکشید. در نتیجه یه فاصله زمانی میان سرمایه گذاری انجام شده و استخراج لازم بود که در حدود 5 سال به طور متوسط انجام میگرفت. در نتیجه اون سرمایه گذاری اول که در 1974 آغاز شد، 1979-80 ثمر رسیده بود. در اون زمان با انقلاب ایران شوک دومی به بازار نفت وارد شد. در نتیجه قیمت نفت از حدود 10 دلار به در بشکه به حدود 40 دلار بشکه نوسان کرد. ولی دوباره سرمایه گذاری های جدید این اثر شوک رو در 5-6 سال آینده گرفتند. از اون به بعد اوپک تبدیل شده است به در واقع تولید کننده یاور، تولید کننده کمکی یا تولید کننده چرخ لنگر بازار، به این معنی که مصرف کنندگان عمده نفت عبارت از تولید کنندگان نفت هم هستند. یعنی اینا اول نفت تولید شده خودشون رو مصرف می کنند، بعد مصرف اضافی رو از اوپک تأمین می کنند. با وجود این اوپک نقش این عرض کنم چرخ لنگر رو بازی می کنه. یعنی از یک سو تقاضای نفت رو در بازار تنظیم میکنه و از سوی دیگر میتواند با استفاده از اهرم کمیت تولید روی قیمت ها اثر بگذاره. منتها این رفته رفته این قضیه کمتر شده. وقتی که دنیا دیگر به نفت اوپک محتاج نیست و از جای دیگه تامین میکنه، طی 4-5 سال گذشته افزایش عرضه در بازار وجود داره. در نتیجه این تاثیرگذاری اوپک روی قیمت بسیار بسیار کمه، مگر اینکه اوپک واقعا بتواند یه مرتبه شوک کمیتی به بازار وارد کنه. یعنی در شرایط کنونی مثلا 5 میلیون بشکه در روز از تولید خود کم بکنه. ولی این کارم برای اوپک عملا بسیار دشواره اگر غیر ممکنه. اولا به این علت که توافق در اوپک بین 12 عضو بسیار مشکله. دوم اینکه کشورهای اوپک معمولا دست به دهن زندگی میکنن و با پول نفت زندگی میکنن. هیچ کدوم حاضر نیستند که کمیت خودشون رو، مقدار تولید خودشونو کم بکنند. در نتیجه هنوز به توافقی در این زمینه نرسیدند و افزایش نفتی در حدود 1 و 1.5 میلیون بشکه در روز، یعنی زیادی تولید، روی قیمت ها فشار میاره. به ویژه امروز انرژی های غیر از نفت، یعنی علاوه بر نفت غیر اوپک که روزانه حدود 63-64 میلیون بشکه تولید می شود، انرژی های نوع دیگری هم وارد بازار شدند که رفته رفته سهم اونها بیشتر شده، در نتیجه بازار رو برای نفت تنگ میکنه. خلاصه ای کلام، امروز قیمت نفت در حدود 30-40 دلار نوسان میکنه و انتظار آن میرود که این نوسان برای حدود 1 سال قابل پیش بینی ادامه پیدا بکنه، در این حدود. و بعد از آنی که این عرض کنم منابع
وارد بازار شده برخی هاشون تعطیل بکنند، بعد از اون است که ممکن است قیمت نفت اندکی رو به بالا حرکت بکنه. ببینید اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 تا قبل از 79 انقلاب ایران، اوپک به اصطلاح یا نفت خاورمیانه به اصطلاح به خصوص، یعنی در دهه 70 ما میگیم، نقشی اساسی در بازارهای جهانی داشت و اوپک قدرت نفتی بزرگ بود و حتی بحث بر سر این بود که آیا از نفت به عنوان یک حربه سیاسی استفاده بشه یا نشه در برابر مسائلی که وجود داشت، به ویژه مسئله اعراب و اسرائیل که به هر حال به اون زمان فعلا بر نمیگردیم، وقتمون کم هست، و نکوهش شده بود از طرف قدرت‌های بزرگ اون زمان که خیر، از نفت خاورمیانه نباید به عنوان حربه سیاسی استفاده کرد علیه یا برای پیش بردن هدف‌های سیاسی. الان اما آقای منصور، به نظر می‌رسه که از نفت در درون خود اوپک به عنوان یک حربه سیاسی استفاده میشه اعضای خودش، یعنی این لجاجتی که فرض کنید ایران در مورد تولید نفت و صادرات نفت یا هر چی که هست پیش گرفته، آیا سرانجامی به سود اعضای اوپک و معالن به سود ایران خواهد داشت یا خیر؟ بله، ملاحظه بفرمایید، ایران به علت روبرو شدن با تحریم و قبل از اون البته به علت جنگ و به علت بیتوجهی در نگهداری منابع، تولیدش کاهش کرد، ولی تحریم در واقع علاوه بر تولید، فروش نفت ایران رو بسیار بسیار کاهش داد. در نتیجه ایران که می توانست قبلا در حدود 3 میلیون بشکه در روز صادر بکنه، 2 میلیون و 600-700 هزار بشکه در روز صادر کنه، صادراتش محدود شد به حد اکثر 1 میلیون بشکه در روز. در این شرایط کشورهای دیگر اوپک و غیر اوپک جای ایران رو گرفتن، مثلا روسا تولید خودشون رو به شدت افزایش دادن که اونام وابسته نفتند و به درآمد نفتی بسیار نیازمندند و بودجهشون رو در واقع بر مبنای قیمت نفت تنظیم میکنن. کشور عربستان سعودی تولید خودش رو از روزانه 10 میلیون بشکه تا 10.5 میلیون، 10.600 میلیون بشکه افزایش داد. امروزی که تحریم از روی نفت ایران برداشته شده، ایران با دو تا مانع روبروست. یکی این است که باید بتواند تولید خودش در ایران افزایش بده. برای انجام این کار، نیل به این منظور، نیازمند سرمایه گذاری های کلانه که در اختیارش نیست و نیازمند شرکت های بزرگ غربی است که زمان خواهد برد. ولی افزایش روزانه حدود 0.5 میلیون بشکه، 600 هزار بشکه رو تونسته انجام بده. ولی دیگر کشورهای اوپک و غیر اوپک آیا حاضرند برای ایران جا باز کنند، یعنی تولید خودشون رو کم بکنند تا ایران به حد صادرات پیش از تحریم برسه یا نه؟ در این زمینه طبیعی است که مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی و مالی وجود داره، یعنی هیچ کدوم از این کشورها حاضر نیستن درآمد خودشون کم بشه برای اینکه جای ایران گشادتر بشه، و نیز عرض بکنم مشکلات سیاسی که بین اینا وجود داره به اینا مسئله رو تشدید میکنن. عربستان سعودی مثلا با ایران در خیلی از جاها در واقع رو در روی نظامی داره، مسئله امنیتی داره. به این ترتیب در این زمینه برای ایران جا باز نمیکنن. ایران هم اصرار میکنند که تا زمانی که بتواند به مقدار تولید پیش از تحریم ها برسه، حاضر نیست در مورد محدود کردن مقدار تولید خودش حتی مذاکره بکنه. ظاهرا هم حق در این زمینه با ایرانه. ولی مشکل اساسی اینجا نیست، مشکل اساسی این است که در دنیا تحولی بسیار جدی در تولید انرژی انجام گرفته و علت این تحول در طی 5-6 سال گذشته بوده. یعنی وقتی قیمت نفت به حدود 75-80 و 100 دلار و 110 دلار رسید، یعنی قیمت نفت وقتی از 70 دلار فراتر رفت، در واقع تولید از میدانهایی که قبلا به صرفه نبودن به صرفه شد.
در نتیجه سرمایه گذاری های اون روز در خلیج مکزیک مثلا یا در دریای شمال که مایه کاری نفت تولید شده حدود 70-75 دلار بود، اصولا اگر اوپک به اصطلاح عضله‌ای می داشت که جلوی تنگ شدن بازار خودش رو بگیره، این چنین میبار عمل میکرد که قیمت رو اجازه نده بالای 70 دلار بره. این هشدار رو بنده حدود 4 سال پیش در مقاله ای دادم برای اوپک، اوپک باید مواظب این مسئله باشه و الا از بازار اخراج خواهد شد. در حالی که اون روز همه کشورهای اوپک، همشون از جمله ایران و عربستان سعودی، از اینکه درآمدشون بالا رفته باشه آنچنان ذوق زده بودند که فکر میکردن سلاطین جهانن و متوجه این خطر نبودن. در نتیجه طی اون سالها سالانه به طور متوسط 400 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری انجام گرفت. تا این سرمایه گذاری به محصول رسید، در نتیجه میدان برای اوپک تنگ شد. امروز بر اثر تحولات تکنولوژیک که خود ناشی از اون سرمایه گذاری بزرگ هستن، بر اثر اون سرمایه گذاری ها قیمت تولیدی نفت به شدت افت کرده. یعنی مثلا در دکوتای شمالی که متوسط قیمت در حدود 55-60 دلاره، ما حد از میادینی خبر داریم که تا 25 دلار تولید میکنند، ولی حجم این تولید ها زیاد نیست که بتواند قیمت رو به 25 دلار پایین بکشه، ولی در همین حد متوسط قیمت امروز مجموعه این نفت شیل و عرض کنم میادین مختلف نفتی و انواع انرژی های دیگر متوسط رو در حدود 50 دلار نگه می‌دارند. در نتیجه اونایی که هزینه‌شون بالاتر از ایناست ناگزیر باید تعطیل بکنن. طی همین سال گذشته در ایالات متحده در حدود 450 میلیارد دلار سرمایه گذاری لغو شده است، باطل شده است، یعنی از سرمایه گذاری انصراف دادند. خب این امیدی است برای آینده که چون سرمایه گذاری نمیشه، تولید فزونی نخواهد گرفت و قیمت ها ممکنه برگردن. ولی عنایت بکنید اون میدان هایی که فعلا فعال هستند، اونا به چند علت به فعالیت خودشون ادامه میدن. علت نخستی این است که بازار نفت در یک بازار عرض کنم سرمایه عمل میکند، یعنی تولید کنندگان نفت تولید خودشون رو به صورت سلف میفروشند. خیلی از این تولید کنندگان روزی که قیمت نفت در حدود 100 دلار بود، قیمت نفت رو سلف فروشی کردن مثلا به 95 دلار، 90 دلار، 80 دلار. در نتیجه امروز افت قیمت نفت به 40 دلار، به 35 دلار به اونا ضرر نمیزنه، برای اینکه اونا به همون قیمت سلفی که فروختن یعنی 80-90 دلار پولشون رو میگیرن. این یک عامله که خیلی از این میادینی که به لحاظ فنی نباید تولید کنن هنوز میتونن تولید کنن. دلیل دومی وجود داره. اون دلیل عبارت از این است که سرمایه گذاران در آمریکا عمدتاً سرمایه خودشون رو از بانک ها میگیرن و این بانک ها، خب این بدهی بانکی باید به موقع پرداخت بشه. اگر پرداخت نشه این شرکت ها ورشکسته اعلام میشن و گرفتاری داره برای کسب و کارشون. در نتیجه اینا حتی اگر سود نبرند ناگزیرند به تولیدشون ادامه بدن تا بتونن وام بانک‌ها رو بپردازن. علاوه بر این یکی دو عامل فنی هم هست که بنده وارد اون قضایا نمیشم. ولی آقای منصور اجازه بفرمایید. ببخشید. بله اجازه بفرمایید، چون پرسش من بیشتر معطوف بود به وضعیت درونی خود اوپک و جنبه سیاسی پیدا کردن نفت که چه جنبه سیاسی پیدا کرد. ببینید در اون زمان به هر دلیلی به هشدارهای شما و به کارشناسای دیگه توجه نکردن. من خاطرم هست که شما در این زمینه مطلبی داشتید و گفتید و نوشتید که در زمان بالا بودن قیمت نفت به هر حال باید به فکر آینده بود. شاید پیش از انقلاب هم چنین سیاستی پیش گرفته شده بود که از نفت به عنوان سرمایه گذاری برای بردن ایران به طرف صنعتی شدن باید استفاده کرد. خب انقلاب مجال اینو نداد، ولی به هر حال بالای 100 دلار رسید قیمت نفت، همونطور که اشاره کردم، این درآمدها وارد ایران شد. بله
بشکه 100، از این درآمدها واقعا به چه شکلی استفاده شد؟ و مردم آیا حق ندارن از خودشون بپرسن قیمت نفت هر چقدر بالا بره، خب چه سودی به حال سفره ما وقتی که میبینن میلیاردها دلار درآمدهای نفتی سر از کجا داره؟ این حقو دارن چون این سوالی رو مطرح کنن، یا این سوال آیا طبیعی هست نیست چی هست؟ کاملا جناب چالنگی عزیز، این حق مردم است که به دارایی‌های امروز و فردایشون که به نسل‌های آینده تعلق داره دقیقا رسیدگی بکنند و تا سنت اون حسابرسی بکنند. ولی ما در کشوری هستیم که در اونجا حساب و کتاب وجود نداره. ملاحظه بفرمایید شما، ما در این زمینه تا جایی که ممکن است اطلاعات آماری از طریق منابع بین المللی رو داریم، ولی لازم نیست ما به اونا استناد کنیم تا مسئولان ایران بگویند که اینا خارجی ها اطلاعات درست نمیدن. نه، کافی شما به اطلاعات خود دولت حاضر ایران توجه کنید که بارها گفتند که این 800 میلیارد دلار درآمد نفتی تا 850 میلیارد دلار درآمد نفتی که با درآمدهای غیر نفتی هم ترمیم میشه، رقمش بسیار بالاتر میره، معلوم نیست چگونه مصرف شده است. یعنی در کشور ما درست است دیوان محاسبات وجود داره، ولی این دیوان محاسبات زیر امر کار میکنه و به این کارها نمیرسه. در نتیجه اونی که در آمارهای رسمی دولتی وجود داره، ما میدونیم که حدود 400 میلیارد دلار این درآمدها رو صرف وارداتی کردند که عملا در اون خاص خرجی وجود داشته، خودی غیر خودی وجود داشته، در واقع برای چرب کردن سبیل وارد کنندگان خودی اینها مصرف شدند. در نتیجه در اونجا کلی فساد وجود داره در همون امر وارد کردن. با همون وارد کردن صنایع سنتی ایران رو، تولید کنندگان داخلی ایران رو به ورشکستگی کشوندند. این اون بخشی است که دولت میتونه آمارش نشون بده که از این دلارها این مقدارش رو صرف واردات کردیم، ولی بخش بزرگی در این ردیف هم نمی گنجه. یعنی دولت پاسخی برای این ندارد که خب بقیه چه شد. در نتیجه صحبت از کنم گم شدن های چند صد میلیارد دلاری همیشه اینجا اونجا مطرح شده و داستان های فساد هم که از کنم الی غیر النهایه است. به این ترتیب خب ملت ایران یک فرصت فوق العاده بزرگ رو از دست داد. درآمدهایی رو که در تاریخ ایران بی‌نظیر بود در طی این 8 سال سوخت از بین رفت و برای مردم جز فقر و فاقه به ارمغان نیاورد، تورم 43.4% و بیکاری رسمن 14%، ولی به صورت واقعی حدود 20-30% برای مردم به ارمغان آورد و فقر رو در انواع صور زشت خود در ایران گسترش داد، ام از کارتون خوابی یا تنفروشی یا اعتیاد یا خودکشی یا گرفتاری های نوع دیگر. و اینها اونی که انباشته شده در داخل ایران در دست این انحصارهای دولتی و به اصطلاح نهادهای انقلابی اونجاها متمرکز شده و همین حرکتی که اخیراً در ایران مطرح شده به عنوان معیشت از سوی عرض کنم کارگران و زحمتکشان و معلمین، اونجا این خواسته ای که سرمایه چند صد میلیاردی نهادهای انقلابی رو دولت ملی بکند و به دست ملت بسپاره، این در واقع چیزیست که نشون میده مردم نسبت به این قضایا آگاهی دارند که در واقع این درآمدهای نفتی به جای آن که به ساختن ایران یه اقتصاد مولد منجر بشود، عملا در دستای معینی انباشته شده و تبدیل شده به ثروت عرض کنم گروه ها و باندهای معینی در ایران. گفتگو میکنیم با آقای حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه آمریکایی اقتصاد در پاریس. اما از انگلستان با من و شما هستن. پرسش بعدی ما از ایشون این خواهد بود که نفت ایران به کجا میرود، آینده نفت ایران و سفره مردم ایران. تا
لحظاتی دیگر. آقای منصور، کمتر از 2 دقیقه وقت داریم و آینده نفت ایران به کجا میره در ارتباط با سفره مردم؟ ببینید، نفت ایران طی این 2-3 سال آینده طبیعیست با یک جریان جهانی قیمت نفت در بازار عرضه خواهد شد. ایران سعی میکنه تولید نفت خودش رو در حدود 2 میلیون بشکه اکنون دولت خودش گزارش اندک بالاتری میده رسونده و میخواهد این رو به رقم بالاتر حدود 3 میلیون بشکه صادرات برسونه. لازمه‌اش سرمایه گذاری است، ولی برای سرمایه گذاری موانع جدی در ایران وجود داره. یکی از اینها خود مسئله قیمته که وقتی قیمت اجازه نده سرمایه گذاری آنچنان سرمایه گذاران آنچنان مشتاق نخواهند بود. علاوه بر این، مسائل عمده سرمایه گذاری در ایران حل شده نیست. در نتیجه تا در ایران بازار عرض کنم رقابتی جالب برای سرمایه گذاران پدید نیاد، سرمایه گذاری در ایران به راه نخواهد افتاد. عرض کنم وقتی این انجام بگیره در ایران، این درآمد نفتی اصولا باید تبدیل، این ثروت باید زمینه‌ای بشود برای ساختن یک اقتصادی که بتواند از طریق سوداوری دوام داشته باشه و ملت از اون تغذیه کنه، کاری که برخی کشورهای دیگر از جمله اخیراً عربستان سعودی برنامه‌ایش گذاشته به عنوان پروژه 2030. منظور این است که اقتصاد رو از تکیه کردن به نفت به تدریج متوجه این بکنند که تبدیل بشود به اقتصاد مولد. ولی تا اون زمین سپاسگزار هستم آقای منصور. متاسفانه وقت ما تمام شد و گفتنی ها بسیار هست. امیدواریم در برنامه آینده در این زمینه آقای منصور با من و شما باشند. آقای حسن منصور، استاد دانشگاه آمریکایی اقتصاد در فرانسه، سپاسی دوباره. خیلی متشکرم.